سربی هستم با یک لایو بسیار کوتاه در خدمت شما. لازم دونستم یک سری توضیحات رو خدمتتون بدم. شبی پیش که من در باب قربانی کردن انسان در ادیان کهن لایوی رو گذاشتم، در اون لایو اشاره کردم که این عادت باستانی اغلب انسان‌ها در جوامع باستانی بوده و البته از ایران هم صحبت کردم، همچنان که از سرخپوستا صحبت کردم، از روم صحبت کردم، از یونان صحبت کردم. اما خب بعضی از دوستانی که به اصطلاح خودشون رو فرزندان کوروش مینامند آمدند و زیر پست ما در یوتیوب و در جای دیگه بسیار بسیار جملات عجیب و غریب و بعضا تهدید آمیزی نوشتن و ادعا کردن که بنده شاید از یک جای یک باجتی گرفتم برای اینکه فرهنگ پارسی و فرهنگ ایرانی خودمون خراب کنم. اولا خدمت شما عرض شود که بنده حقیر جز اون افرادی هستم که بسیار بسیار سعی و تلاش میکنم در اینکه فرهنگ باستانی و پارسی رو پاس بدارم و به تمام جهانیان معرفی بکنم، به کسان دوستانی که در خارج از کشور دارم، به زبان شناسان زبان پهلوی رو درس بدم، زبان اوستایی رو درس بدم، گاتا رو درس بدم و از این دوستان به اصطلاح فرزندان کوروش که شاید حتی یک خط از تاریخ هخامنشیان رو اصلا نخوندن و نمیدونن، خواهش میکنم که حداقل دستور زبان معمولی فارسی دری رو بتونن یاد بگیرن که خوب حداقل نقد بکنن اگر نقدی هم دارن، و یادشون باشه که اگر واقعا دلشون برای این فرهنگ میتپه، این وطن پرستی های در واقع اکستریمیستی یا افراطگرایانه راهی رو به جایی نمیبره. شما هر جای دنیا که تشریف ببرید، در تایلند هم که تشریف ببرید، یه لیدر توری که شما رو میخواد ببره یه جای بهتون نشون بده اون منطقه باستانی رو، جوری در باب تایلند صحبت میکنه، جوری در باب اسطوره های اون صحبت میکنه که تو گویی تمام جهان و تمدن های جهان از اونجا شروع شده. شما کامبوج هم برین همین، ژاپن هم برین همین، اصلا خورشید اول از ژاپن طلوع کرده. و این طرز تفکر در قرن 21 واقعا خنده داره که ما بیایم بگیم نژاد فلان نژاد فلان. اصلا اگر گفتم شما ژنتون رو آزمایش بدید، متوجه میشید که حتما درون ژن اکثر ایرونی‌ها که ترک وجود داره، انقدر که این در واقع شاهان ما به ترتیب ترک بودن و سلسله ها همگی ترک بودن تا همین اواخر که بدون شک در واقع ژن ترک درون ما هست، ژن مغول حتما درون تمام ماهایی که الان داریم اینجا با هم صحبت میکنیم هست، ژن یونانی درونمون هست و مادها و پارسا هم که با هم قاطی شدن. اصلا این طرز تفکر خیلی خنده‌داریه و اگر شما می‌خواید وطن خودتون رو بالا ببرید، اگر اینجوری بخواید افراط‌گرایانه به مسائل نگاه بکنید، بسیار خنده‌داره و مضحکه. و اینکه تهدید بکنین و اینجور حرفا رو بزنین و تهمتایی رو اینچنینی بزنین، بهتره که بروید و سواد خودتون رو قوی بکنید، اطلاعات خودتون رو قوی بکنید، کتاب بخونید، مطالعه بکنید و اینقدر یک طرفه به مسئله نگاه نکنید و به قول معروف یک طرفه به قاضی نروید، و این درست نیست. من آموزگار زبان پهلوی پارسی هستم، دین دبیره رو خوندم، میشناسم و دیوان آسوریک رو به بچه ها درس میدم، زبان اوستایی رو دوست دارم، کار میکنم به صورت حرفه‌ای، شاگردان بسیار زیادی دارم در اکثر نقاط دنیا، گاتا رو خوب درس میدم، حالا جدا از این که حالا سانسکریت و چیزهای دیگه که باز میتونه از لحاظ خانوادگی به زبان ایران بخوره. پس من علاقمند فرهنگ ایران هستم و علاقمند همه فرهنگ ها در همه جای دنیا هستم و همیشه گفتم شاکر هستم که این در واقع در این زندگی در ایران به دنیا اومدم و زبان پارسی رو میدونم و میتونم با حافظ و سعدی و مولانا و عطار و در واقع رودکی و گنجوی و با این بزرگان میتونم ارتباط برقرار کنم، شمس رو بشناسم، مولانا رو بشناسم. من شاکر هستم خدا رو، اما همونقدر هم علاقمند هستم که بروم زبانهای دیگر ممالک رو و تمدنها رو یاد بگیرم، برم بزرگای اونها رو هم بشناسم. وقتی در چین زبان چینی باستان رو تحقیق میکنم و اشعار لی بی رو میخونم، ببینم چقدر شباهت داره به خیام ما، تو گویی خیام بار دیگری در چین متناسق شده بوده. یا حافظ، اینقدر در همه جای دنیا تمام ادبا، تمام هنرمندا، تمام شاعرها، تمام این بزرگان عزیز هستن که این ارزش رو داره که ما زندگیمونو بذاریم و تحقیق بکنیم دربارهشون و لذت ببریم. من در مورد کسایی که حالا ماتریال هستن یا بنده خدا سرشون بند زندگی روزمره است و دارن کیف میکنن
بحثم به اونا نیست، ما داریم در مورد کسانی صحبت میکنیم که علاقمند عرفان و فلسفه و زبانشناسی اینجور ماجرا هستن. این که ما بیایم اینقدر متعصبانه صحبت بکنیم، حالا میخواد پان ترک باشه، حالا جدیدن که پان لور و پان کرد و نمیدونم پان پارس و دیگه این چیزام اومده دیگه، اینو واقعا به نظر من دور از انصافه و دور از عدالت هستش. و درون انسان اون چیزی که مهم هست اینه که بدونه که انسان هست، ما همه انسان هستیم و همه باید عاشق هم دیگه باشیم. تمام فرهنگ ها زیبا هستن، زبان عربی یکی از شیرین ترین زبان های دنیاست، اعراب یکی از مهربان ترین آدم های دنیا هستن. من دوست عرب زیاد داشتم، میشناسمشون، هم اکنون هم دارم. موسیقی عرب، ادبیات عرب، چرا ما باید با اینا بد باشیم؟ چرا باید؟ مگه ما تو ایران عرب نداریم؟ چقدر باحالن، چقدر خوبن دوستان عرب، قربونشون برم. ترکای عزیز، پدر خودم آذریه، من در خانواده ترک بزرگ شدم، با این زبان آشنا هستم از بچگی و حالا شاید زیاد خوب صحبت نکنم ترکیو، اما خب قزاقی رو رفتم یاد گرفتم و معلم زبان قزاقی هم هستم از شاخه زبان ترکی. دختر من الان به ترکی بسیار عالی صحبت میکنه، خیلی خوب صحبت میکنه، همچنان که به زبانهای دیگه هم صحبت میکنه. ترک ها زیبا هستن، لورها عشقن، لباساشون، کردها عاشقشونم. من عاشق تمام اقوامی هستم که در ایران هستن. ترکمنا حتی اگه نژادشون از تونگوز و آلتا و مغولاست، اومدن تو ایران با ما یکی شدن. ترکمن عاشقشونم. هو ایا هو اوا هو او اوا. کی میتونه اینا رو کتمان بکنه؟ گیلکیا، مازنیا، کردهای عزیز، اصلا دیوانه کنندن. سرخپوستا، مغولا، اصلا آدما، هر جا، ژاپونیا، اصلا شما این چه حرفیه میزنید که نمیدونم. حالا میگم این خوشبختی نصیب ما شده، این سعادت نصیب ما شده که در این زندگی در ایران باشیم. شاید در زندگی قبل ما در هند بودیم، در تبت بودیم، در جای دیگه بودیم. اگه کسی حالا اعتقاد داشته باشه به مسئله تناسخ، اگرم که نه حافظه ژنتیکی باشه، بالاخره این ژن ما انقدر تلفیق شده که حافظه ما از دوران گذشته هم به خودش اومده و تمام این تمدن ها رو به خودمون آوردیم. پس دیگه الان خیلی مسخره است. این کار سیاستمدارانه، این کاری شیطانی است که ما خودمون رو تافته جدا بافته بدونیم. ما الان همه بشریم، همه باید پشت هم باشیم. به قول مرحوم مایکل جکسون که میگفت فقط میخوام بگم که اونا به ما اهمیت نمیدن. All I wanna say that they don't really care about us. They don't really care about us. اونا به ما اهمیت، اونا کیان؟ اونا همون کسانی هستن که اون کاپیتالیستایی هستن، اون فئودالیستایی هستن که اون بالا هستن، برای دنیا دارن تصمیم میگیرن و تمام این افتراق ها رو اونا ایجاد میکنن، تمام این جدایی طلبی ها رو اونا ایجاد میکنن. من آدم سیاسی نیستم، به قول جکی چان حرف قشنگ زد، ازش پرسید گفت نظر در مورد سیاست چیه، گفت اون مشکل تاریخ، مشکل من نیست. واقعا مشکل تاریخه، مشکل ما نیست، اما ما انسانیم. من کار ندارم که اروپا مرزشو برداشته، به ظاهر علکی مرزا بازه، ولی میبینیم که هنوز مرزها بسیار بسیار وجود داره. نمیشه که تو مرزت رو از یه جا باز بکنی و از جای دیگه چنان ببندی که اون وقت اون اتفاقا در درونت بیفته و شکل بگیره، اون فجایع اتفاق بیفته، باعث فجایع در کشورهای دیگه بشی، اسم کشورهای دیگه رو بذاری جهان سوم، اسم خودت رو بذاری جهان اول. اون باز کردن مرز به درد خودتون میخوره. روزی بشه که انشالله مرزهای جهان باز بشه، هر گونه عقیدهی و هر گونه تعصبی که باعث میشه ما انسانها رو از هم دور بکنه، به نظر من محکومه و محکوم به فناست. چون در نهایت این دنیا انشالله رو به خوبی و خوشی خواهد رفت و رو به بهبودی و سلامت خواهد رفت، و اول باید از خودمون شروع بکنیم. اول خودمون باید این تعصبها رو بذاریم کنار. ما سرابیا، ما نمیدونم رمضانی ها، ما نمیدونم بیساری ها، ما ترکا، ما ایرونیا، ما اروپایی ها، ماهایی که اونجا زندگی میکنیم، شماهایی که اونجا زندگی میکنیم، این جدا سازی ها هیچ چیزی رو حل نمیکنه غیر از اینکه شما را دورتر و دورتر از حقیقت میکنه. من عاشق همه زبان ها هستم، عاشق همه موسیقی ها هستم، جونم میره واسه آدما. آدما رو دوست دارم، همشون رو با قلبی باز دوست دارم و برای همه آرزوی سلامت میکنم. مثبتم نگاه میکنم به همه چی. هر کسی میتونه عقیده خودش رو داشته باشه، به شرط و شروطی که به زور یقه شما رو نگیره، که باید به اون چیزی که من میگم اعتقاد داشته باشه. بله، اگر این رو بدونیم، اون وقت دیگه نمیام زیر پست یه نفری تهدید بکنیم که ما و فرزندان و کوروش روزی به خدمت شما میرسیم.
ما در خدمتتون هستیم، در هر صورت اگه دوست داشتیدم بیان ما بالاخره در خدمتتون هستیم، ولی خب نشوخی کردم، با آغوش باز در خدمتتون هستیم. سعی کنیم که با عشق و صفا و صمیمیت با هم صحبت بکنیم، عمیق و مطالب رو بررسی بکنیم. خیلی کوتاه فقط اومدم این درد دل رو خدمتتون بکنم و از دوستان عزیز بخوام که لطفاً لایف ها رو تا آخر ببینید و قبل از اینکه رگ غیرت در واقع ایرانی گریتون یا آریایی گریتون بیرون بزنه، اگر واقعا یک آریایی هستین حالا در این زندگی، شاید در زندگی بعد توی سیاره دیگه، توی مریخ، توی یه دونه مثلا استانی در مثلا بعد دیگری در مریخ متولد شدین، اگه اونجا متولد شدین انشالله حالا یه فکری بکنین برای خودتون، ولی الان فعلا که تو ایران هستین با احترام نگاه کنید و لذت ببرید. خب امیدوارم که خوش گذشته باشه بهتون. من میرم، زیاد کار باهاتون نداشتم، فقط گفتم یه عرض ادب بکنم. دوستتون دارم خیلی زیاد. مراقب خودتون باشین، برکت باشه. یادتون باشه میتونید در کلاس ها شرکت بکنید، از طریق واتساپ پیام بذارید 0912 348 4499، و اگر خواستید وقت مشاوره بگیرید هم میتونید از اونجا پیام بذارید. بسای آموزشی رو هم فراموش نکنید که میتونید تهیه بکنید، که من تبلیغاتش رو در استوری میذارم برای همدیگه به اشتراک بذارید، و همچنین در کلاس های زبان های باستانی شرکت بکنید. دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین. ممنونم از همتون، از همه شما عزیزان که این همه زیاد اومدین و نظرات قشنگتون رو دادین. ممنونم ازتون، ببخشید اگه اسم تک تکتون نمیارم، اما دوستتون دارم. برکت باشه، خدا نگهدار.